بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و اسفل الله على محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين قسمت 135 از کتاب شریف کافی با فی انه لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبعه در این باب بحث از اینه که آنچه در آسمان و زمین موجود می شود و جاری می شود و تحقق پیدا می کند همه تحت سلطنت اراده اختیار مشیت و قضا و قدر و امضای باری تعالی است و اذن و اجل همه چیز در مخلوقات به اراده خداوند قادر مطلق مختاره و عقیده دهری ها و آتئیست ها به این که این عالم خودش ازلن و ابدا خودش خودش رو ساخته و ازلن بوده و اصلا حادث نیست و اصلا خلق نشده و کسی در این عالم تدبیری نکرده کسی از حکمت خود و قدرت خود و سلطنت خود در ایجاد عالم و اداره و ربوبیت عالم استفاده نکرده اینا حرفهای بسیار محمل و بیهوده و خلاف عقل همانطور که عقیده فلاسفه و عرفا و صوفیه و اینها که قائلن به این که عالم مانند یک دریایی از آب بی نهایت که ازلا بوده و خواهد بود و هر لحظه به شکل و صورت و به یک کیفیت و احوال مختلفی در می آید و خودش خودش رو تدبیر می کنه یا خودش خودش رو می سازه یا مانند یک خمیر مجسم سازی ازلی و ابدی که اسم همینه بذاریم واجب الوجود خود عالم رو بگیم واجب الوجود و, و پیوسته در صورتهای مختلف و حالتها و شکلهای مختلف ظهور میکنه و یک خالق قادر عالم حکیم مدبر فوق این عالم غیر از این عالم نیست که این عالم رو آفریده باشه و تدبیر کرده باشه بگذریم از اینکه حقیقت فلسفه و عرفان و تصوف و اینها همینه ولو اینکه خود فلاسفه متوجه نیستند و فکر میکنن که واقعا خدا رو قبول دارن یه چیزهایی از شریعتها ها و انبیا به گوششون خورده و معناشو درک نمیکنن و همونها رو تطبیق میکنن بر همون نظریه فلسفه و همون وجود ازلی و ابدی که هر لحظه به شکلی در میاد و فکر میکنند که این همون حقیقت خداشناسی است به حقیقت عمق معنای فلسفه و عرفان اصلا نمیرسن روایت اول این باب عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه الخصال السبع فرمودن هیچ چیز در زمین و در آسمان نیست مگر اینکه این, این خصاله و این خصوصیت های هفتگانه در آن هست به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و عجل اینها به مشیت و خواست خدای متعالی و به اراده و ایجاد خداوند تبارک و تعالی و به قدر و تقدیر و اندازگیری و تعیین خصوصیات و قضا و اینکه خدا حکم کند که آنچه مقدر فرموده باشد یا نباشد یا تغییر پیدا کند یا نکند و اذن و اذن خدا باید باشد که آن به آن اینها بتوانند موجود باشند و خدا اینها رو ربوبیت میکنه و کتاب و دقیقا ذره ذره عالم در تحت سلطنت و تقدیر خدای تبارک و تعالی و همه و همه مکتوب و معین و مشخص است و اجل و هر مهلتی و هر بقایی و هر انتهایی که برای همه اشیاء هست اینها رو خدای تبارک و تعالی تعیین میکنه نمانند عقاید دهری ها که بگیم خود عالم خودش رو میسازه و به همین شکل در میاره یا مانند فلاسفه که عرض کردیم همین رو اسم بذارن واجب الوجود و بگن همین عالم ازلی و ابدی هر لحظه خودش خودش رو می سازد فمن زعم انه یقدر على نقض واحدت فقط کفر هر کس که فکر کنه میتونه یکی از اینها رو انکار کنه یا نقض کنه یا اعتقاد نداشته باشه این کافره کسی بگه عالم به مشیت خدا نیست عالم از ذات خدا صادر شده عقل اول و دوم و افلاک و این عالم همینجور از ذات خدا صادر شده مثل بارانی که از ابر میباره و ابر هیچی کار است یا فکر کنه که خدا اراده ای در عالم نداره عالم به نفس علم خدا مثلا که باید همون وجود خدا میشه موجوده و اراده خدا و کراهت خدا این که باشه اون نباشه اینو دوست دارم اونو دوست ندارم عدالت رو میخوام ظلم نمیخوام اینها در کار نباشه اینا کافرن که این حرفا رو میزنن یا کسی فکر کنه که تقدیرات الهی را میتونه چیه از بین ببره بگه خدا میخواد خورشید به من میخوام خورشید ندرخشه خدا میخواد آب در عالم وجود داشته باشه ما میخوایم آب در عالم وجود نداشته باشه خدا میخواد که مثلا فرض حرکات زمین و آسمان و نجوم و ستارگان چنین باشه من میخوام برخلاف این باشه خدا میخواد قیامت رو برپا کنه و انسان بعد از مرگ زنده شود و پاسخگو باشد ما میخوایم نباشه نه اینا نیست کسی که چنین فکری بکنه یا انکار کنه این کافره و قضا و حکم خدا را بخواد زیر پا بذاره و فکر کنه که میتونه با قضا و قدر خدا و با حکم و فرمان خدا بجنگه و اونها را از بین ببره یا اذن خدا در کار نیست حالا که خدا منو خلق کرده دیگه هیچ کاری از دستش نمیاد ید الله مغلوله یا اینکه کتابی و سرنوشتی در امور غیر اختیاری من که به اختیارم نباشد خدا هم در اونجا دخالت نداره همه چیز به اختیار خودمه نه خیلی از چیزها به اختیار تو نیست لذا نسبت اونها تکلیف نداری زمان تولدت مکان تولدت رنگ چشمت مدت عمرت ساختار بدنت اینا به اختیار تو نیست اینا به کتاب تو نیست اینا همه به تعیین و کتابتی است که خدا در الواح مخصوصی برای ملاکه یا به امور دیگری و جهات دیگری اینا رو خدا تعیین کرده و عجل عجل هر چیز به دست خداست اگر خدا در این لحظه نخواد کل عالم معدوم کنه همه رو معدوم میکنه و آنچه هست به ازن و به کتاب و به تقدیر و به خواست و به تعیین خدای تبارک به تعالی است و کسی که فکر کنه اینها رو قبول نداره یا اینها نیست یا میتونه با اینها مقابله کنه این در مقابل سلطنت خدا ایستادی کرده و کافر شده و رواهو در روایت دیگه همین روایت را و روایت دوم عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام از امام کاظم علیه السلام قال لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض الا بسبعة هیچ چیزی در آسمان ها و زمین نیست مگر با هفت خصوصیت به قضاء و قدرن و ارادت و مشیت و کتابن و اجلن و اذن به قضای الهی به فرمان خداست از تحت فرمان خدا چیزی خارج نیست به قدرن به تقدیرات خداست خدا همه چیز را تعیین میکنه و تقدیر میکنه و اندازه گیریش رو تعیین میکنه و ارادت و مشیت و, و به خواست و به ایجاد خدای تبارک و تعالی عالم هست و کتاب و عدل و اذن و همه اینها تعیین شده است در سینه امام علیه السلام که معدن علم خدا هست و در الواح و کتابهای مخصوص دیگری در آسمان ها برای این که مثلا ملائکه بخوانند یا به امور دیگر و جهات دیگر و عجلش و اذنش همه اینا به دست خداست فمن زعم غیر هذا فقط کذب علی الله او رد علی الله عز وجل هر کس که غیر از این را معتقد باشه فکر کنه که آسمان و زمین بر اساس یک قوانین جبری علی و معلولی از ذات خدا تطور یافته و خدا هم مثل آبی تو دریا به هر موجی بخواد در بیاد همینجوری خودش بدون اراده و علم و مشیت و اختیار صورت های مختلف در دریا ظاهر میشه و اشیاء مختلف از ذات خدا ظهور میکنه این حرفها را اگه بزنن مانند دهری ها یا مانند فلاسفه این بر خدا دروغ بسته و بر خدای عز و جل رد نموده است باب المشیعت و اراده باب بعدی باب مشیعت و اراده است که حدیث اول قال سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر علیهم السلام از امام موسی جعفر علیه السلام شنیدم که میفرمایند لا یکون شیء الا ما شاء الله و اراده و قدر و قضا هیچ چیزی نیست الا اون چیزی که خدا بخواهد اون چیزی که بدون اختیار توست وجود زمین آسمان و وجود زمین و آسمان و گاه و بیگاه و وقت و درخت و آب و اینها خب به اراده خدا من و تو کاری نیستیم وجود قلب و چشم و دست و پا به اراده خداست اما افعال اختیاریمون اونها هم به اراده خداست که به اختیار ما باشه خدا خواسته است که من مختار باشم و بتوانم شراب بخورم و معصیت کنم یا نماز بخوانم و اطاعت خدا بکنم اختیار من هم به خواست خداست این گونه نیست که خودم برای خودم اختیار درست کرده باشم یا بتونم اختیار خودم و قدرت خودم رو از بین ببرم نه محاله هر چه هست به اراده خداست اما اینی که باز فلاسفه یا دهریها ها یا نمیدونم منکران خدا بیان بگن خب پس خدا خواسته ما شراب بخوریم میگیم نه اتفاقا خدا خواسته که شراب خوردن به اختیار تو باشه خدا نخواسته تو جبرن شراب بخوری و اراده و قدره و تقدیر امور با خداست عمر ما رو خدا تعیین میکنه اندازه قدرت و حدود اختیار ما رو خدا تعیین میکنه و قضا و خدا حکم کند به این که آن درخت بدون اختیار بروید و آن دانه بدون اختیار شکافته شود و من با اختیار چشمم را بازیاب بسته کنم و حرف بزنم یا سکوت کنم قلت ما معنا شاء گفتم ش... معنای شاعه و خواست چیه؟ قال ابتدا الفعل فهمون ابتدای فعل با خداست قلت ما معنا قدره گفتم خب قدره چیه؟ قال تقدیر و من طولهی و عرضه فرمودن این که این انسان اون درخت اون زمین اون ستاره طولش عرضش صفاتش خصوصیات احوالش چی باشه اینا هم به خدای تبارک و تعالی است ما معنا قضا خدا او قضا و حکم کرد این دیگه چیه قال اذا قضا امضا فرمود و اون مراحل رو که خدا ابتدای به وجود و به تعیین اندازه ها و صفات و احوال اشیاء میکنه بعد از اون چیه حکم میکند امضا میکند و این رو ایجاد میکنه و میگذراند که دیگه باید بشه و تخلف نداره اذا قضا امزا وقتی که دیگه به مرحله قضا و حکم و فرمان تکوینی رسید دیگه این چیه امضا می شود و حاصل می شود فذالک الذی لا مرد اینه که دیگه برگشت نداره و کسی با قدرت خدا نمیتونه منازعه و مبارزه کنه مگر اینکه در مراحل قبل از اینکه این رو خدا ایجاد کنه خودش چه برگرداند و ایجاد نکند یا مثلا عذاب را از امتی به خاطر شون بردارد و امثال اینها حدیث دوم قلت لابی عبدالله علیه السلام شاء و اراده و قدره و قضا خدا خواست و اراده کرد و مقدر و تقدیر فرمود و قضا و حکم و فرمان محکم و غیر قابل تخلف داد قال نعم فرمودند بله اینا همه در تحت سلطنت خدا است قلت و احب آیا هر را که در عالم واقع می شود خدا دوست هم دارد قال الله فرمودند نه خیلی از چیزها در عالم واقع می شود و خدا هم اذن می دهد و جلو کسی رو نمیگیره اما خدا دوستش نداره بلکه اونها رو به اختیار بندگان گذاشته مردم میان جمع میشوند و امام معصوم را خانه نشین میکنند حقش رو قصب میکنند میکشند با اسب بر بدنش میتازند اینها بله واقع میشود و خدا هم اذن میده تقدیر امورش رو میکنه که اگر کسی بخواد این کار رو انجام بده حد و حدودش همینه که اینا انجام میدن و واقع بشود اما دوست نداره معاصی را عالم همه تحت فرمان جبری خدا نیست بله یه سری چیزها تکوینا و جبران به خود خدا وابسته است مانند خورشید و آسمان و زمین که غیر مختارن و خدا میخواد همینجوری باشن و دوست داره همینجوری باشن که اینجوری خلق میکنه اما یه سری امور که نه وابسته به اختیار و مشیت و فعل ماست آنچه مطابق حکمت و عدل باشه بله خدا دوست داره ولی اگر در اینها چیزی بود که حکمت و عدل در آن نبود و ظلم بود خلاف مصالح بود خدا دوست نداره قلتو و کیف شاء و اراده و قدر و قضا و لم یحب گفتم آقا چطور میشه که خدا هم بخواد هم اراده کند هم تقدیر کند هم قضا و حکمش به آن تعلق بگیرد و هم دوست نداشته باشه قال ها کذا خرج الینا فرمودن همین جوری به ما رسیده است و به سوی ما خارج شده حالا اینجا معانی میتونه داشته باشه یکی این که خب ما بعد از این که با دلیل عقلی خدا را شناختیم و بعد از این که با عدل عقلیه و معجزات انبیا اینها رو اثبات کردیم مگر لازمه که حتما همه چیز را بفهمیم مگه علم همه مردم به یک اندازه است مگه قرار بر اینه که همه چیز فهمیده شود و عمل شود این تکلیف مالای و این امر محالیه اگه قرار باشه هر کس که مریض میشه همه کارهای طبیب رو بفهمه خودش بنده طبیب باید چیه تخصص داشته باشه ساختمون هم میخواد بسازه باید به اندازه اون بنا و معمار تخصص داشته باشه لباس هم میخواد بدوزه به همون اندازه تخصص داشته باشه و همینجوری لباسش رو واگذار نکنه به کسی براش بدوزه اتومبیل میخواد بخره باید به اندازه اون سازنده خودش تخصص داشته باشه و و و اگه قرار باشد هر کسی در هر رشته ای واقعا بفهمه اسرار کار رو جلو و برود جلو خب این که قرار باشه اگه قرار باشه هر کسی تمام اسرار هر کاری رو بفهمه که بخواد قدم برداره و داخل بشه و عمل کنه کجای عالم چه چیزی میشه اگر کسی میتونه در تمام عموم و مگر کسی میتونه در تمام علوم و تمام چیزهایی که برای بشر و زندگی خودش لازمه تخصص داشته باشه در حد همه این امر محالیه کلن انسانها اگر در یک یا چند رشته تخصص دارند در بقیه امور تعبد دارند فقط با دلیل عقلی تخصص اون طرف رو میفهمند بعد از این که تخصصش رو فهمیدن مجبورن بهش عمل کنن حالا در بحث امامت در بحث علم الله در بحث معارف مگه قرار تو به اندازه امام معصوم بفهمی امام معصوم میگه اینه بگو ما با دلیل عقلی برای ثابت شده هر شما میگی درسته شما معدن علم خدا هستید همین دیگه اینجا میخوان حضرت بهش بگن دیگه وقتی به ما علمی از طرف خدا میرسد و ما به شما میگیم حتما لازم این سر و تهش رو به اندازه خود ما بفهمید نه همه عالم علمشون به اندازه همه چون این چیزی ممکن نیست ها کدا خرج الینا یه معنای دیگه این که ها کدا خرج الینا یعنی بله ما که موجودات مختاری هستیم قبل از اینکه به اختیار خودمان بخوایم کاری رو انجام بدهیم این گونه است که خدا مشیتش ارادهش تقدیرش قضایش تعلق میگیره به امور بعد این تا این مرحله میرسه که به دست اختیار ما سپرده می شود خرج الینا به اختیارنا و مختارن تا این مرحله اش خدا اینا رو انجام میده و بعد منا میذارد با فعلم که آیا طاعتی انجام بدهم که خدا دوست دارد یا معصیتی انجام بدهم که خدا دوست ندارد پس این که لم یحب اون افعالی است که به ما میرسه یعنی قدرت اختیار ما داریم که اینو انجام بدیم آنچه که فعل خودشه و لم یخرج الینا به اختیار و قدرت ما واگذار نشده اون بله اون محبوب خداست که فعل خودش دوست داره و اگر کار خودش دوست نداشته باشه انجام نمیده اما اون مقداری که ما انجام میدهیم و محبوب خدا نیست به خاطر اینه که خدا در قدرت و در مشیت و در تقدیر و در قضا و قدرش واقع شده است که این کار را به من بدهد تا مرحله که به دست من و به اختیار من سپرده بشه بله بعد من کارهایی می کنم که خدا لم یحب دوست نداره و فعل خدا نیست فعل من دیگه قدرتش رو خدای من میدهد و اختیارش رو خدای من میدهد وحديث الثوم إن شاء الله جلسه بعد و علی و آل و لعنت الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين <متصفح> اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وال محمد